مثلا میگم You clean this room, I'll clean the other. تو این اتاق رو تمیز کن، من اون یکی رو تمیز میکنم. یعنی این یکی که در مورد صحبت کردیم نه، اون یکی دیگه. پس وقتی که میخوایم بین اینها یه جورایی تمایز ایجاد کنیم، این شکلی صحبت میکنیم. این یکی که صحبت شد، نه اون یکی. اما وقتی میگیم another یعنی one more، یکی دیگه، یه دونه بیشتر از این. مثلا an addition، یک چیز اضافه، an alternative، یه چیز به جای این. مثلا من میگم we will buy another TV next month. Okay؟ یه تلویزیون دیگه ماه بعد میگیریم. یعنی اینی که داریم یکی دیگه میگیریم، یعنی اضافه میشه بر اون چیزی که داریم. اینی که هست another، یکی دیگه، اضافه تر از این. یا مثلا they've got another they... یا آره مثلا میگیم they are having another baby. They are having another baby، یه بچه دیگه گیرشون اومده، به دنیا اومده، یه بچه دیگه دارن، یه بچه دیگه تو راهه. آها، یه بچه تو راه دارن. آها، اینجوری میگیم. چی میگیمش؟ میگیم یکی دیگه، یعنی یه دونه داره، حالا addition به این افزوده میشه، به اون یکی داره، دوتا داره، هر چند که داره یکی دیگه بهش افزوده میشه. They are having another baby، یکی دیگه، baby وجود داشته، another یعنی یکی دیگه، an addition، one more از همون جنس. اوکی، حالا مثلا من میگم، ولی مثلا وقتی با other میگفتیم، مثلا من میرم توی فروشگاه دوتا تلویزیون رو میبینم، میگم I like this one، this is beautiful، but I'll take the other. اینو دوست دارم، خوشگله، ولی اون یکی رو میبرم. I'll take the other. این نه، اون. این یکی رو نمیبرم، اون یکی میبرم. ولی وقتی میگیم another، یکی دیگه بهش افزوده میشه. یا یه دونه جایگزین میشه. چجور مثلا؟ میگم I'm too busy today. Come back another day. مثلا یه مشتری من دارم و نمیرسم کاراش انجام بدم، میگم که امروز خیلی سرم شلوغه. Come back another day. یعنی امروز یه day، another day، یه alternative، یه چیز جایگزین، یه چیز غیر از اینی که داری. اوکی، مثلا سر کلاس ما پرسشمون رو از استادمون میپرسیم، بعد پاسخ میده، بعد میگم excuse me I've got another question، یه پرسش دیگه دارم. یعنی اینی که بود یکی دیگه علاوه بر این. اوکی، یعنی این یه one more. اوکی، بازم میشه one more، معنیش اینجا another میشه one more. I have another question یعنی I have one more question. اوکی، یا مثلا شما مهمانی دارید، چای ریختید، آوردید و مثلا سرو شد و اینها، بعد یهو بعد از نیم ساعت دوباره مثلا یه آفر میگید که would you like another cup of tea، would you like another cup of tea، یه چای دیگه بریزم، چای دیگه میل دارید دیگه. اینجا one more هستش، an addition هستش، an alternative نه، ولی one more هستش. اوکی، پس یعنی یکی دیگه، یکی بیشتر از اینی که بود. اوکی، پس another یا یکی بیشتر از این که هست، یا یه دونه جایگزین اون، و اینجوری ترجمه میشه. اما other یعنی این که صحبت شد، نه اون یکی. این که مثلا مشخص روبروشیم، نه اون یکی. این که داخلش هستیم، نه اون یکی. این روز که توش هستیم، نه اون روز دیگه. به هر حال این تفاوت کوچولوییه که این دوتا با هم دیگه دارن. امیدوارم که این توضیحات و این مثالها تونسته باشه کمک کنه، تونسته باشه بین اینها یه دیواری بکشه، بتونیم بهتر تشخیصشون بدیم و توی کاربردهای روزانه‌تون راحت‌تر باشه براتون. باز اگر براتون پرسشی ایجاد شد در این باره، برام کامنت کنید توی زیر ویدیو، برام بنویسیدش. اگر براتون امکان داره پرسش براتون ایجاد میشه، این پرسش رو زیر ویدیوهای دیگه ننویسید، پرسشش رو زیر خود ویدیو بنویسید، برام راحت‌تر هست تا برگردم ببینم پرسش اصلا برای چی ایجاد شده. چون وقتا پرسشی که پرسیده میشه مال یه ویدیویی که من دو سال پیش درست کردم، خب یادم نیست داخلش چیا گفتم. اگر زیر همون ویدیو بذارید برام راحت‌تر هست. البته خیلی از دوستان این موضوع رو رعایت میکنن، اما خب چند باری هم رعایت نشد. این بوده که این جسارت کردم اینو گفتم. اما خب اگر این کارو نمی‌کردید، دقت داشته باشید، حتما این رو پرسشتون رو زیر ویدیوی مربوطش بنویسید. ممنونم و شما رو توی ویدیوی بعدی می‌بینم. تا موقع پیروز شاد باشید. بدرود.